که زوبیدی چپ پاس میاره رو پای چپ خودش، بازیکن شوبزانی هم هست، ضربه‌شو میزنه مهدی زوبیدی و ضربه دروازه که عرض کردم تأثیری در تعداد حضورشون نداشته، فوق‌العاده خوب پرشور تیم رو تشویق کردن، در تمرینات هم حاضر شدن و این کار رو انجام دادن. همونطور که عرض کردم روی تیر دو موقع برای مالکی و از پشت شش قدم ضربه‌اش از بالای دروازه به بیرون میره. بازیکن تیم گلگهر ارسال بلند به سمت راست، مهدی زوبیدی کوتاه قامت ضربه سر رو میزنه که دقیقا همون جایی میره که ماکسیم کویلتایاس میخواست دمره رو هم بزنه به وسیله مالکی که داور در سود خودش دمید و بازی رو متوقف کرد. موسازاده، لوکا گادرانی، امیر حسین موسازاده فرار کرده این ورش شیرزادی، ولی اون میفرسته پشت مدافعان برای مالکی، کنترل مالکی، چرا ضربه رو نزد؟ حالا سالاری و روی خط دروازه مدافعان، در واقع دروازه‌بانم که نه، مدافعان توپ رو برمیگردونند. موسازاده یه پاس عمقی دیگه، بازم میرسه به هدف و توی دروازه، توی دروازه، چه پاسوری موسازاده، و این بار دیگه از موقعیت استفاده کرد مالکی. ببینیم میخواد شادی گلش رو با کی تقسیم بکنه، با ماکسیم کویلیتایا میاد و اجرای مونتلایی هم برای شادی میکنه مالکی و در آغوش ماکسیم کویلیتایا قرار میگیره. داشتیم میگفتیم که پاسای عمقی قطری خوبی میده موسازاده، یکی دیگرش رو ارسال کرد، این بار دیگه از این توپ استفاده کردن شاهینی ها و مثل دو سه بار گذشتون از دست ندادن و استادیوم شهید مهدوی غرق در شادی به واسطه گلی که شاهین به ثمر رسونده. استقبال چشمگیر از این مسابقه هم شده، نگفتم نذاریم در پاسخ به حمایت‌های چند هفته اخیر مدیریت باشگاه شاهین این بازی رو رایگان کرد برای تماشاگرها و این سنت که توپ رو کنترل کرد و با داخل پای چپ توپ رو فرستاد به کنج دروازه فراهانی و حساب کار رو یکیچ کرد، با پای چپ هم این بار زد. داره حالا سانتر انجام میشه به سمت دروازه شاهین، روی سر همه عبور میکنه، از این سمت میرسه به علی قربانخانی، ارسال قربانخانی به تیر دو، یه لحظه خروج زد، برگشت روی خط توپ رو برگردونده، گلم نشده. فوق‌العاده بود عکس العمل لوکا گادرانی و دروازه رو نجات داد و سه امتیاز رو در بوشهر نگه داشته. یک حرکت دیدنی از لوکا گادرانی. دنبال میکنیم حرکت و موقعیت رو که در اختیار تیم گلگهر از جفرسون، ارسال او میره به سمت راست جایی که مهران گلزاری توپ رو گرفته. مجدد سانتر به سمت دروازه، ضربه سر اول از شاهینی ها، بازم در ادامه عبدی بازم دخالت میکنه و توپ این بار به بیرون میره. شروعش در جام حذفی و شکست سایپا بود، حالا تا اینجای کار پایانش هم سه امتیاز بود که البته در سود خودش حالا میدمه یک پنالتی رو اعلام میکنه از لوکا گادرانی. بهت زده از مهداد کریمیان و مدافعان تیم شاهین معترض هستند. اینجا صحنه است که پشت مدافعان فرستادن، در این تصویر که بازیکن روی زمین افتاده و مهداد عبدی، ماکسیم کویلتایا، مهداد عبدی و توی دروازه این توپ قرار میگیره. حساب کار 1-1 میشه و بازی به تساوی میرسه. مهداد عبدی 1-1 کرد کار رو و آقای جلالی نفسی به راحتی میکشه. حالا 89مین دقیقه، دست مهداد عبدی رو هم خوند ماکسیم کویلتایا، جهشش رو هم انجام داد به سمت راست ولی خب نتونست توپ رو بگیره و نهایتا وارد دروازه شد. 1-1 مساوی. ببینیم این ضربه کاشته در دومین دقیقه از وقت‌های طرف شده چگونه ارسال خواهد شد. نجفی ارسال رو انجام میده، یه قیچی بغل رو اونجا میزنه بازیکن تیم شاهین که از بالای دروازه به بیرون میره. گلگهر، ارسال او به سمت دروازه و لوکا گادرانی توپ رو برمیگردونه پشت محوطه جریمه با یانسن. توپ او میرسه به پدرام قاضی پور به دهانی دروازه و حالا شاهین خوشان است که در واقع بازی رو از دست نمیده. سیو عالی از ماکسیم کویلیتایا. چیزی تا پایان بازی زمان نداریم و 4 دقیقه نشده در سود خودش دمید. آیه مرزا تارو